درود بر شما همراهان کانال خبری آبای ایران با شما هستیم با دو رویداد مهم خبری دعوت می کنم بیننده ما باشید دستگیری جواد خیابانی بعد از مصاحبه جنجالیش و محرم بیسابقه جمهوری اسلامی مذهب از چشم مردم ایران افتاده قبل از هر چیزی این ویدیو رو ببینید از میزان خشم یک ملت نسبت به نازل ترین طبقه حاکم بر ایران در این روستا رایگیری کردند که چند نفر موافقند که برای ایام محرم یک آخون به روستا دعوت بشه از شما عنوان نمایده کنر جامعه ازاداران در روستای حجیجی نظر سنجی می شود به این نتیجه فقط یست باید دارد که کسانی یه عده که روحانی دعوت بشه برای سخنرانی یه ده هم مخالف حالا لطفا برادرانی که موافق که روحانی دعوت بشه برای سخنرانی در شبهای محرم دستشون بالا کنیم فقط که موافق نه دستم رو تا کنم موافقه یک دو سه دروز مردم شریف ایران نوید <تصفح> دستگیری جواد خیابانی بعد از مصاحبه جنجالیش جواد خیابانی مجری و گزارشگر قدیمی تلویزیون که در سالهای اخیر بیشتر به دلیل گافهایش در گزارش مورد توجه فضای مجازی قرار گرفته بود با حضور در برنامه محلا حسابی خبرساز شد مانی در این باره نوشت شو دیرهنگام جواد آدرس دادن اشتباهی است خوب میداند این حرفهای زیبا به رئیسی و بقیه برنمیخورد خیابانی به روال صحبت های از فقیر بودن مردم شاکیست و میگوید حسرت میخورم که ساحل قشم و کیش را میبینم و 100 کیلومتر آن طرف قطر و امارات چنان زندگی می کنند. خیابانی البته در ادامه گلایه هم از وزرای ابراهیم رئیسی دارد میگویند زیرساخت نداریم پس شما آقایان وزیر برای چه آمدید؟ آمدید که زیرساخت بسازید یا پاترول بگیرید و بروید طبق انتظار بعد از انتشار صحبت های جواد خیابانی دوباره فضای مجازی چند دسته شده و مخالفان و موافقان جواد رو در روی یک دیگر قرار گرفتند. بسیاری از خیابانی تمجید کرده و نوشتند او حرف دل مردم را زده. این عده حتی پا را فراتر گذاشته و از این گفتند که خیابانی به دلیل انتقادهای های که داشته ممنوع تصویر خواهد شد و دیگر در تلویزیون به او اجازه مجریگری یا گزارشگری نخواهند داد. در سوی مقابل منتقدان رواد خیابانی نیز به صف شده و میگویند داد زدن برای داشتن ورزشگاه این روزها دردی از مردم را دوانه می کند. این عده از های مردم صحبت و عنوان کردند خیابانی جرأت بیان خواسته اصلی را نداشته است در این بین عده ای از طرفداران دولت هم وارد گرد شده و خیابانی را شماتت کردند که چرا در دوره حسن روحانی روزه سکوت گرفته بود و یک باره تصمیم گرفته به سیاست دولت ابراهیم رئیسی بتازد محرم بی سابقه جمهوری اسلامی مذهب از چشم مردم ایران افتاده مبلغان مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته با تکه بر اعتقاد و دلبستگی بخش بزرگی از مردم ایران به امام سوم شیعیان و سوگواری برای روز آشورا اقدامات حکومت در بخشهای مختلف را توجیه کرده. مخالفان خود را مخالف دین خوانده و در گردآوری طرفداران بیشتر کوشیدند اما امسال به طور واضح محرم متفاوتی را تجربه می کنند. رهبران ایرانی در پیام هایی که در شبکه های اجتماعی پست کرده از مردم خواستند که محرم امسال لباس سیاه نپوشند چرا که مردم ایران کشته های اعتراضات خود را دارند گروه دیگری نیز با انتشار تصاویر کشته شدگان اعتراضات اشعاری از توصیف رفتار لشکر ابن زیاد با امام حسین و همراهانش را منتشر کردند خانواده های کشته شدگان اعتراضات سال 1401 که برخی از آنها عقاید مذهبی دارند نیز با انتشار تصاویر عزیزانشان آنچه آنچه سرشان آمده را با حادثه کربلا مقایسه می کنند. گلدسته حسینی مادر فضل آدین زاده از کشته شدگان اعتراضات سرسری 401 در حساب اینستاگرام خود نوشت پسرم عبالفضلم. محرم من روزی است که جان عزیزت را گرفتند. کربلای من مزار توست. روزه عبالفضلم برای توست. روزه علی اکبرم برای توست. روزه پهلو شکستم برای توست. لشکریان یزید بالای سرت ریخته بودند و تو بی جان بودی. مادر ابوالفضل امیرتایی یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته هم با انتشار ویدیویی از پسرش و ناموفق بودن تلاش ها برای زنده نگه داشتن او نوشت از محرم با من نگویید من خودم ابوالفضل زمان داشتم ماها در بیمارستان بود و لعنت به کسی که به تو شلیک کرد کاربر دیگری در توصیف کشته شدن عرفان زمانی از معترضان اعتراضات 1401 نوشت محرم توی لایجان به شلیک میکنن و میفته کف خیابون مامورا میرن میبینن زنده است ولی سمت مردم شلیک میکنن تا نتونن بیان کمکش همینجوری میستن بالا سر عرفان تا تموم کنه محمد جواد اکبرین دین پژوه واکنش مردم به مراسم محرم امسال را مربوط به اقدامات حکومت دانست. او میگوید نمی شود که حکومت مدعی باشد که برای امامی که در مقابل حکومت وقت خودش شورش کرده و اعتراض کرده و بیعت نکرده و مجازات شده سوگواری می کند اما همان رفتار را با مردم خودش وقتی مخالفت می کنند انجام دهد. این دین توضیح داد که اگر جمهوری اسلامی به خاطر اینکه حاکم وقت امام سوم شیعیان را کشت و خانوادهش را به اسارت برد اعلام سوگواری می کنند و بعد خود همین کار را با مخالفان و معترضان وقت می کند، آنها را می کشد و اسیر می کند و به حبس می فرستد است که جامعه نفرت خود را نسبت به این رفتار ریاکارانه نشان می دهد. محمد جواد اکبری اضافه کرد که این اتفاقات نشان می دهد که بخشی از جامعه که غیر دینی است نفرتش را نسبت به دین و مذهب و امامی که حکومت مبلغان است اعلام می کند. بخش دیگری از جامعه هم که دینی است با آنچه که حکومت تبلیغ می کند مرزبندی می کند. طبیعتا آنچه که الان می گوییم درباره اکثریت جاری جامعه است که صدای آنها را در شبکه های اجتماعی می و وگرنه اقلیتی هم هستند که یا معتقدند به حکومت با همه جنایت هایی که می کند یا اینکه از راند قدرت و ثروت برخوردارند و طبیعی که در کنار حکومت بیستند. بخش دیگری از مخالفت ها با مراسم حکومتی محرم از سوی مخالفان حجاب اجباری ابراز می شود. این بخش که باستاب با بیشتری در جامعه داشته در برخی از موارد به بازداشت زندان و اعتراف اجباری بخشی از مخالفان ختم شد. از جمله بازداشت زنی که بدون حجاب اجباری از مقابل یکی از هیئت‌های مذهبی در کرج عبور کرد و وقتی با تذکرهای تهدیدآمیز مردی دوربین به دست مواجه شد فریاد زد من یک زنم مرا از چیزی نترسان من پای عقایدم میمانم

حامد خواهش می‌کنه بگو باش مم. 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 شما میخوای یکی رو... نه من اصلا قراره نیست؟ رو هدایت کنم او. نه 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 تو موجرین من با موجر صحبت ندارم چه قانونی موجر شده ماده 338 قانون آیین دادرسی انسان بالغم خودام تایید بگیرم که بالغی بکنم نیست از کشمیری پلیس از اون امور می‌کنه این دومین مورد این سومین موجر نیست این سومین موجر پیدا کردن نمونه های آزار و جنایت حکومت ایران علیه مخالفان خود که به روایت ظلم رفته بر امام سوم شیعیان و خاندانش ارتباط داشته باشد برای کاربران شبکه های اجتماعی کار دشواری نیست کافی است نمونه ها را یکی یکی کنار هم بگذارند یکی از کاربران با انتشار عکس خدا نور معترض کشته شده زاهدانی در حالی که دست و پایش به میله پرچم پاسگاه بسته شده لیوان آبی کمی دورتر از او گذاشته شده طوری که نتواند بردارد از هشتک محرم آخر استفاده کرده است کاربر دیگری تصویر نوید افکاری را منتشر کرده و کنار آن نوشته است محرم او سپس توضیح داده که نوید افکاری را پس از شکنجه اعدام کردند برادرانش را زندانی کردند خواهرش را که دادخواه برادرش بوده با همسر و فرزند سه ساله اش زندانی کردند و پدر و مادرش را آزار دادند حالا هم که روز تولد نویده است خواهرش نمیتواند سر مزار او برود چون در حبس خانگی است تنه مخالفان جمهوری اسلامی به محرم و دینداری حامیان حکومت با ذکر این مثال ها پایانی ندارد گاه آنها را یادآوری می کنند و گاه از بنوریش دینی که حکومت ترویج کننده آن است را رد می کنند. روندی که به گفته محمد جواد اکبرین در سالهای دور در غرب در پی جنایات کلیسا به نام دین اتفاق افتاد و منجر به رنسانس شد. چنان که جامعه به تدریج به این نتیجه رسید که باید میان انسان بودن و دین یکی را انتخاب کند، میان آزادی خودش و دین یکی را انتخاب کند و میان عزت و کرامت خودش و دین یکی را انتخاب کند، حالا همان تجربه از سوی جمهوری اسلامی تکرار می شود. از همراهی شما تا پایان اولین بخش از خبرهای امروز در آوای ایران سپاس گذاریم. لطفاً با لایک ها و کامنت از ادامه فعالیت کانال ما حمایت کنید و همچنین در ساعت آینده پیگیر اخبار جدیدتر از آوای ایران باشید.